افتخارات و وزنه‌برداری ما هستند و به هر حال قهرمان سابق آسیا سرمربی تیم ملی با ایشون افتخار وزنه‌برداری ما کم نداشته. قربان سپاسگزارم. متشکرم، خیلی ممنون. خب در خدمت آقای آتش افروز باشیم با گزارش این رقابت‌ها. آقای آتش افروز سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای وهابی، همینطور خدمت همه بینندگان عزیز و علاقه‌مندان رقابت‌های ورزشی. این حرکتی که ورزشکار عراقی انجام میده، اولین حرکت یک ضرب در دسته 109 کیلوگرم هست. سالوان از کشور عراق موفق میشه سه چراغ سفید رو دریافت کنه و اولین حرکت خودش رو با موفقیت ثبت میکنه. شما صحنه سر مشاهده میفهمید که چه اتفاقی رخ داد و به چه شکلی این ورزشکار خیلی راحت وزنه رو بالا کشید و به نام خودش ثبت کرد. اولین حرکت این ورزشکار وزنه 140 کیلوگرم بود از سالن 6000 نفری شهدای رشت. یکی از مهمترین رقابت‌هایی که در سال 98 در کشورمون برگزار میشه با شما همراه هستید. عکس العمل مربی تیم ملی عراق رو هم شما مشاهده فرمودید. حالا از دسته به اضافه 109 کیلوگرم ورزشکار نروژی روی تخته اومده. انتخاب اولش برای حرکت یک ضرب 140 کیلوگرم هست. ورزشکار نروژی کیم اریک میره پشت وزنه قرار میگیره. ببینیم میتونه از پس این وزنه بر بیاد یا نه. وزنه رو بالا میکشه با قدرت بدنی بالای خودش، این وزنه رو ثبت میکنه و اولین چراغ سفید رو برای کشور نروژ با موفقیت روشن میکنه. ورزشکار خوبه نروژی تولفسن موفق میشه تا این وزنه رو برای کشور نروژ با موفقیت ثبت کنه. صحنه هسته نشون میده که چه فعل و انفعالی رخ داد. خیلی خوب و استوار پشت وزنه قرار گرفت و ثبت کرد به نام کشور نروژ و این ورزشکار کیم اریک تولفسن هست. صحنه هسته رو شما مشاهده میفرمایید که به چه شکلی این کار رو انجام داد. عکس العمل مربی این تیم رو مشاهده فرمودی. سلام ویژه هم عرض میکنم خدمت همه هموطنان خوبمون که از طریق شبکه ورزش با ما همراه هستن. خیلی خیلی خوشحالیم که با شما همراهیم از استان گیلان و شهر رشت که میزبان مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر، جام پهلوان نامجو هست. دو روزی هست که این مسابقات آغاز شده. روز پایانی مسابقات رو تقدیمتون میکنیم و ورزشکاران دسته 109 و همینطور به اضافه 109 کیلوگرم قرار روی تخته برن و با فولاد سرد دست و پنجه نرم کنن. حالا ورزشکار کشور کامرون میخواد روی تخته بیاد. جونیور از کشور کامرون ببینیم موفق میشه تا وزنه 147 کیلوگرم رو بالای سر ببره یا نه. 45 ثانیه هم فرصت داره. میدونید دیگه این دور از مسابقات جنبه انتخابی و کسب سهمی المپیک رو هم داره. ببینیم موفق میشه تا این وزنه رو برای کشور کامرون با موفقیت ثبت کنه یا نه. پشت وزنه است جونیور با تمرکز بالا و سالون هم سکوت میکنه. وزنه رو بالا میکشه و با موفقیت و سه چراغ سفید رو دریافت میکنه. آقای وهابی تا اینجا مسابقات خیلی نزدیک داره دنبال میشه. همواره به هر حال رقابت‌های دستگاه سنگین مورد توجه تماشاچی ها هم هست. خوشبختانه در سالیان گذشته در سنگین وزن و فوق سنگین ما نفرات خوبی داشتیم. خیلی امیدوار هستیم تا انشالله این چرخه همچنان ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم به امید خدا نفرات زبده‌ای رو هم داشته باشیم. حالا اونجوری که آقای پاکیزه جمع هم صحبت کردن قبل برگزاری رقابت‌ها، متاسفانه انگار شرایط مسابقات رشت خیلی به نفع وزنه‌بردار ما نبوده و حالا آمادگی لازمه رو ندارن. امیدوار هستیم اتفاقات خوبی در ادامه بیفته. ورزشکار کشور عراق یعنی سالوان میخواد دومین حرکت خودش رو در دسته یک ضرب از دسته 109 کیلوگرم انجام بده. انتخابش برای حرکت دوم وزنه 150 کیلوگرم هست. سروان کمیر ایدک بابا این رو پشت وزنه هم قرار میده.
همه ورزشکارا دنبال کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو هم هستن. حالا وزنه رو میکن و میاره بالای سر خودش و موفق هست این وزنه بردار سه چراغ سپید رو هم دریافت میکنه. شاکر خداوند خودش هم هست. حالا باید بره در اتاق گرم و اتاق تمرین آماده بشه تا حرکت بعدی خودش رو انجام بده. البته ورزشکاران کشورهای دیگه باید بیان رو تخته، باید ببینه در چه زمانی این فرصت رو پیدا خواهد کرد تا حرکت سوم خودش رو با موفقیت ببینیم میتونه انجام بده یا نه. سه چراغ سفید رو هم دریافت کرد سالوان از کشور عراق، این هم مربی این بازیکن بود. ورزشکار کشور نروژ 30 ثانیه فرصت داره تا حرکت خودش رو انجام بده. کیم اریک تولفسن انتخابش برای حرکت دوم 150 کیلوگرم هست. این ورزشکار دسته به اضافه 109 کیلوگرم توی این مسابقات شرکت کرد و پشت وزنه قرار گرفته. میکشه وزنه رو بالا، خیلی هم راحت موفق میشه تا این وزنه رو به نام خودش ثبت کنه. وزنه رو خیلی راحت کشید بالا. سه چراغ سفید رو هم دریافت کرد اما تو ثانیه های پایانی یه مقدار داشت تعادلش هم به هم میخورد. ناکنی صحنه هسته رو کیم اریک تولفسن به این شکل تونست از پس وزنه 150 کیلوگرم با موفقیت بر بیاد. و صحنه هسته نشون میده که به چه شکلی تونسته این کار رو انجام بده. خیلی هم راحت نبود و این هم مربی کشور نروژ که راضی به نظر میرسید از حرکتی که ورزشکار خودش انجام داد. نمایی از سالن 6000 نفری شهدای رشت رو شما مشاهده می‌فرمایید. علاقه‌مندانی که اومدن به سالن تا از نزدیک از این مسابقات دیدن کنن و گرما بخش این رقابت ها باشن. اون چیزی که روی تخته و تابلوه اعلام وزن ها مشخص شده، ورزشکار کامرونی 38 ثانیه فرصت داشت تا روی تخته بیاد. حالا به نظر میرسه که عوض میشه. ورزشکار خوب کشورمون یعنی امیر حقوقی باید روی تخته بیاد. امیر حقوقی ورزشکارمون که در دسته 109 کیلوگرم حضور داره. امیر حقوقی وزنه بردار 25 ساله ما از آذربایجان شرقی هست. مدال نقره مسابقات قهرمانی وزنه برداری آسیا 2019 چین رو کسب کرده. البته در دسته 102 کیلوگرم حالا اومده در دسته 109 قرار گرفته. حالا بعد ببینیم میتونه این وزنه رو به نام خودش ثبت کنه یا نه. بهترین رکورداش 169 کیلوگرم توی حرکت یک ضرب است. انتخابش برای حرکت اول 153 است. میکشه بالا و خیلی راحت وزنه رو به نام خودش ثبت میکنه. امیر حقوقی وزنه بردار 25 ساله ما به زیبایی هرچه تمامتر سه چراغ سفید رو دریافت کرد. شما صحنه رو نگاه کنید، اینجا وزنه رو کند و بالا کشید و به نام جمهوری اسلامی ایران این وزنه رو ثبت میکنه. این ورزشکار تو قهرمانی آسیا سال 2015 به مقام هفتم رسید. توی قهرمانی جهان در ترکمنستان سال 2018 در دسته 96 کیلوگرم وزنه زد. ورزشکار خوبی که حرکت اول خودش رو با موفقیت پشت سر گذاشت. حالا شما چهره ورزشکار نروژی رو مشاهده می‌فرمایید. به نظر میرسه که باید بیاد تا حرکت سوم خودش رو انجام بده. انتخابش برای حرکت سوم 155 کیلوگرم هست. ایریک حالا میخواد روی تخته بیاد. تولفسن نروژی ببینیم از پس وزنه 155 کیلوگرمی برمیاد یا نه.
خودش آماده میکنه تا با تمرکز بالا این وزنه رو برای خودش ثبت کنه. اون رو هل تاپ میاد. صدای سوپ 30 ثانیه هم به صدا در اومد. 155 کیلوگرم و تقابل تولفسن با فولاد سرد میکنه و بالا میاره، اما نتونست وزنه رو به خوبی نگه داره. سه چراغ قرمز رو هم دریافت کرد کیم ایریک تولفسن و صحنه نشون میده که چه اتفاقی رخ داد. اینجا وزنه رو بالا کشید، تعادلش به هم خورد، نتونست این حرکت رو به خوبی ثبت کنه. هر سه حرکت خودش رو انجام داد و موفق شد تا 150 کیلوگرم رو توی حرکت یک ضرب در دسته به اضافه 109 کیلوگرم به نام خودش به ثبت برسونه. حالا ورزشکار کامرونی باید بیا تا روی تخته قرار بگیره. همچنین که شما مشاهده میفرمایید جونیور از کشور کامرون انتخاب دومش برای حرکت یک ضرب از دسته 109 کیلوگرم 156 کیلو هست. تمرکز لازم رو میخواد به دست بیاره، دستای خودش رو قلاب میکنه روی نیله هالتر. حالا وزن رو بالا میکشه و به هر شکلی که شده تعادل خودش رو حفظ میکنه. این ورزشکار خوبه کامرونی وزن برده باید یه لحظه فیکس و ثابت بشه و پاهاش کنار هم روی خط قرار بگیره تا داورا هم حرکت رو ازش بپذیرن. سه چراغ سفید رو دریافت کرد. سه چراغ سفید رو جونیور از کامرون دریافت میکنه و شما مشاهده میفرمایید انصافا فشار زیادی رو هم تحمل نکرد، بدن قبراق و آماده هم داره. این ورزشکار کامرونی مثل اکثر ورزشکاران آفریقایی بدن آماده ای داره و میتونه از پس این وزنه بر بیاد. خوشحالی مربیان کامرونی رو هم شما مشاهده میفهم. حالا به نظر میرسه حرکت بعدی رو ورزشکار خوب کشورمون یعنی علی هاشمی باید انجام بده. علی هاشمی در میان تشویق علاقمندان به رشته وزنه‌برداری میاد تا روی تخته قرار بگیره. وزنه‌بردار خوب کشورمون خودش رو آماده میکنه. علی هاشمی وزنه‌بردار ایلامی ما 28 ساله است، یک ضربزن قهاریه. مربی اون هم باهاش صحبت میکنم. قهرمان وزنه‌برداری قهرمانی جهان در سالهای 2017 و 2018 اولین حرکتش 160 کیلوگرم هست. ببینیم از پس این وزنه برمیاد یا نه. 23 ثانیه 22 ثانیه فرصت داره. حالا وزنه رو میکنه، میاره بالا سر خودش، موفق میشه تا این وزنه رو به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت کنه. چراغ سفید رو هم دریافت میکنه. علی هاشمی ورزشکار خوب کشورمون مدال برنز قهرمانی آسیا رو هم در کارنامه داره، البته در دسته 94 کیلوگرم فوق‌العاده بود ورزشکار خوبمون علی هاشمی. و شما مشاهده می‌فرمایید با این حرکتی که به ثبت رسوند تا اینجا فقط تنها رقیبش امیر حقوقی دیگر نماینده خوب کشورمون هست. امیر حقوقی ورزشکار خوب آذربایجان شرقی هم هست. حالا پشت وزنه قرار گرفته. انتخاب دومش 160 کیلوگرم هست. 22 ثانیه فرصت داره تا به مسافه این فولاد سرد بره. حالا وزنه رو میکنه. بالا سر خوده. موفقه. موفقه امیره. موقعی
و شادمانی علاقمندان و حاضرین در سالن رو هم به همراه داشت. سه چراغ سفید رو هم دریافت میکنه. نگاه کنید. عالی بلنش. خیلی محکم با قدرت بدنی بالا و وزنه رو برای کشورمون ثبت میکنه. از زوایای مختلف شما مشاهده میفرمایید حرکت امیر حقوقی و این هم مربیان خوب کشورمون که همراه با وزنه بردار خودشون یه جورایی وزنه رو حس میکنم و حالا نوبت وزنه بردار کامرونی است تا بیاد سومین حرکت خودش رو انجام بده. سومین حرکت جونیور از کامرون 160 کیلوگرم هست. 8 ثانیه 7 ثانیه فرصت داره. ثانیه های پایانی 4 3. ببینیم وزنه رو میکنه یا نه. تو لحظات پایانی وزنه رو کند اما موفق نبود. سه چراغ قرمز رو دریافت کرد و به کار خودش در حرکات یک ضرب پایان میده با 156 کیلوگرمی که ثبت کرد. مشاهده میفرمایید که نتونست از پس این وزنه بر بیاد. خیلی تلاش کرد، شاید اون تکنیک لازمه رو نداشت. حالا علی داوودی رو لحظه مشاهده کردم، نامش روی تابلو ثبت شد، تغییر میکنه به نام امیر حقوقی. حرکت سوم خودش رو میخواد انجام بده. امیر حقوقی انتخابش 163 بود. مربی ها مدام وزنها رو تغییر میدن و نمای از سالن 6000 نفری شهدای رشت رو شما مشاهده فرمودید و این هم سالن تمرین که علاقمندان منتظر هستن تا ورزشکارا روی تخته بیان، خودشونو گرم نگه میدارن، مربی هم کمکشون میکنن تا با آمادگی بالا حرکات خودشون رو انجام بدن. داوران مسابقه همه چیز زیر نظر دارن. شما چهره امیر حقوقی رو مشاهده میفرمایید. امیر حقوقی آماده است تا روی تخته بیاد. بهترین رکوردش در حرکت یک ضرب 169 کیلوگرم هست. حالا این بار برای وزنه 165 کیلوگرم اقدام کرده در سومین حرکت خودش. دوستانم میتونن تصدیق کنن 165 کیلوگرم. 38 ثانیه هم فرصت داره تا حرکت خودش رو انجام بده. 160 سرعت بده. سری پشت سر. امیر حقوقی اسکویی دلاور خوب کشورمون میره پشت وزنه قرار میگیره. مسافه او با فولاد سرد اما شاید اون تمرکز لازم رو نداشت. سه چراغ قرمز رو دریافت کرد و به کار خودش با 160 کیلوگرم پایان داد. سه چراغ قرمز در مقابل 165 کیلوگرمی که میخواست با موفقیت پشت سر بذاره. ناکنید نتونست وزن رو بالا بکشه. شاید از لحاظ ذهنی اون آمادگی لازم رو نداشت. حالا علی هاشمی اومده روی تخته و این هم مربی خوب کشورمون. علی هاشمی از دسته 109 کیلوگرم دومین حرکت خودش رو میخواد انجام بده. انتخابش برای این حرکت 167 هست. 24 ثانیه هم فرصت داره. تا میتونی بلند کامل کن. نیم خیز بالا سر بالا. خواهد به مسافه فولاد سرد بره. وزن رو میکنه، میکشه بالا. موفقه علی هاشمی، موفقه تا به این شه. علاقه مندان حاضرین در سالن 6000 نفری غرق در شادی بشن. علی هاشمی عالی کار کرد. شما نگاه کنید، دلاور خوب ایلامی ما
خدمتتون عرض کردم قهرمان جهان شده در سالهای 2017 و 2018. بهترین رکورد شخصیش هم زمانی اتفاق افتاده که در دسته 105 کیلوگرم وزنه میزد، توی یک ضرب 183 کیلوگرم رو بالای سر برد. نکته قابل توجه اکس علمالای مربی هاست که نفس به نفس با ورزشکاران خودشون پیش میرن. سالن تمرین رو شما مشاهده میفرمایید و علی هاشمی به نظر میرسه 170 کیلوگرم رو انتخاب کرده باشه. من هم سالن تمرین شاید میخوان تغییر بدن توی وزنی که هاشمی انتخاب کرده. این دوره از رقابت ها که پنجمین دوره مسابقات بین المللی وزن برداری جام فجر، جام زنده یاد مرحوم نامجو هم هست. ورزشکاران تو هفت وزن المپیکی با هم رقابت میکنن. به نظر میرسه که علی هاشمی میخواد وزنه 173 کیلوگرم رو برای بار سوم روی سر ببره. یک دقیقه 24 ثانیه هم فرصت داره. البته فاصله کمی که بین حرکاتش به وجود اومد شاید یه مقدار کار رو براش سخت کنه. پیشینه ای که علی هاشمی داره به نظر نمیرسه که این وزنه خیلی او رو به درد سر بندازه. علی هاشمی حالا میخواد پشت وزنه هم قرار بگیره. نقطه‌ای که میشه بهش اشاره کرد، هنوز ورزشکار عراقی یعنی سالمان برای حرکت سوم روی تخته نمیاد، شاید انصراف داده. حالا علی هاشمی هست و حرکت سومش و وزنه 173 کیلوگرم وزنه رو میکنه. حالا بلندش رو ببینیم میتونه ثبت کنه یا نه. خوشحالی و علاقه‌مندانه رشته ورزشی وزن برداری رو شما مشاهده می‌فرمایید. سه چراغ سفید رو دریافت کرد، موفق میشه سه چراغ سفید رو دریافت کنه. نگاه کنید، خدمتتون عرض کردم یه مقدار به درد سر انداخت علی هاشمی رو، اما وزنه سنگین تر از این رو هم با موفقیت پشت سر گذاشته. مدال طلای دسته یک ضرب در دسته 109 کیلوگرم رو هم علی هاشمی موفق میشه به نام خودش ثبت کنه و ورزشکار عراقی حرکت سوم خودش رو انجام نداد و انصراف داده از ادامه مسابقات. میایم به دسته به اضافه 109 کیلوگرم. ورزشکار ارمنستان اولین حرکتش 180 کیلوگرم خواهد بود. سیمون مارتیروسیان وزنه رو میکنه، وزنه رو میکنه، خیلی خوب هم این کار رو انجام میده. نقره المپیک 2016 رو هم در کارنامه داره و طلای جوانان و بزرگسالان جهان رو. ورزشکار خوبیه. اونجوری که صحبت میشه کارشناسان میگفتن یکی از بخت‌های کسب مدال طلای توکیو 2020 هم هست. ورزشکار خوبی که چهرش نشون میداد که حال و روزش به چه شکلیه. البته ما علی داوودی رو هم داریم تو این دسته که هنوز روی تخته نیومده. یک دقیقه 46 ثانیه ورزشکار ارمنی روی تابلو ثبت شده که فرصت داره روی تخته بیاد و انتخابش 190 کیلوگرم هست. درسته 90. و البته ورزشکار ارمنستانی هم روی تخته نیومد. نمایی از سالن گرم و تمرینی رو مشاهده می‌فرمایید که در کنار همین سالن تعبیه شده و داوران
که میشه گفت لحظه به لحظه با شرایط ورزشکاران جلو میرن و همه اتفاقات رو زیر نظر دارن. و این هم چهره ورزشکار ارمنستان. داره میره. امروز رقابت‌های 109 و به اضافه 109 کیلوگرم رو تقدیمتون میکنیم و باید ببینیم توی ادامه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. سیمون مارتیروسیان ورزشکار خوبه کشور ارمنستان حالا روی تخته میاد. منتظر هستیم ببینیم میتونه از پس حرکت دوم خودش بر بیاد یا نه. انتخابش برای این حرکت 190 کیلوگرم هست. حرکت اول خودش رو که خیلی راحت ثبت کرد. حالا وزن رو میکنه میاره بالا اما موفق نیست تا این وزن رو ثبت کنه. سه چراغ قرمز رو هم دریافت کرد. ورزشکار ارمنی ناکنید اینجا بود که میخواست بلنش و وزنه رو با موفقیت پشت سر بذاره که نتونست از پس وزنه 190 کیلوگرمی بر بیاد. حالا که فرصت هست یه اشاره داشته باشیم به رقابت‌هایی که روزهای گذشته رخ داد. 34 وزنه بردار از 16 کشور مختلف در پنجمین دوره رقابت‌های وزنه برداری بین‌المللی جام فجر گرامی داشته مرحوم محمود نامجو شرکت کردند. کشورمون ایران با 7 وزنه بردار تو این رقابت‌ها شرکت کرد، تو این مسابقات شرکت کرد. در دسته 61 کیلوگرم حافظ قشقایی رو داشتیم، جوان 24 ساله کرمانشاهی کشورمون، در حالی که شما چهره وزیر ورزش رو مشاهده می‌فرمایید، جناب آقای سلطانی فر که در سالن حضور دارن، استاندار محترم هم هستن. رقابت‌هایی که داره برگزار میشه و علاقه‌مندانی که دارن این رقابت‌ها رو دنبال می‌کنن. حافظ قشقایی جوان 24 ساله کرمانشاهی ما در مجموع با مهار وزنه 280 کیلوگرم مدال طلای این دوره رو از آن خودش کرد. و سیمون مارتیروسیان ورزشکار دسته به اضافه 109 کیلوگرم حرکت سومش، انتخابش در واقع 190 کیلوگرم هست، حالا روی تخته میاد برای بار دوم که نتونست این وزنه رو ثبت کنه. با فریادهای خودش اللحاظ روحی خودش رو آماده مهار این وزنه میکنه. پشت وزنم قرار گرفته، حالا میکنه و باز هم موفق نیست و سه چراغ قرمز رو دریافت میکنه و به کار خودش در دسته به اضافه 109 کیلوگرم پایان میده. حاضر باشیم تا وزنه بردار خوب کشورمون روی تخته بیاد، در حالی که شما حرکت ورزشکار ارمنستانی رو مشاهده می‌فرمایید. سیمون مارتیروسیان، علی داوودی جوون خوب ما حالا میاد روی تخته از دسته به اضافه 109 کیلوگرم. داوودی انتخابش برای حرکت اول 193 کیلوگرم هست. قهرمان 20 ساله ما وزنه رو میکنه، خیلی راحت هم این کار رو انجام میده، خیلی راحت، باعث شادمانی علاقمندان حاضر در سالن 6000 نفری شهدای رشت شد. سه چراغ سفید رو هم دریافت کرد. رکورددار سنگین وزن جهان در رده جوانان هم هست. یه جورایی پشتوانه آینده وزنه برداری کشورمون در دسته فوق سنگین هم به حساب میاد. بهترین رکورداش هم اشاره کنم در دسته به اضافه 109 کیلوگرم حرکت یک سر به 197 کیلوگرم هست. و این هم عکس العمل مربیامون. چهره وزیر محترم ورزش رو شما مشاهده می‌فرمایید، جناب آقای سلطانی فر که در سالن 6000 نفری حضور دارند، همینطور
استاندار محترم جناب آقای دکتر زاره هم در سالن هستند. ورزشکار خوبمون علی داوودی داره خودش رو آماده میکنه تا بیاد روی تخته برای حرکت بعدی خودش. یک دقیقه 47 ثانیه فرصت داره و انتخابش برای این حرکت 197 کیلوگرم هست. داره آماده میشه تا بیاد روی تخته، نفس میگیره، مربیام آمادش میکنن. علی هاشمی ورزشکار خوب کشورمون در دسته 109 کیلوگرم قرار داره و علی داوودی قهرمان جوانان جهان هم بوده. مدال برنز بازی‌های آسیایی رو هم در کارنامه خودش می‌بینه. یک دقیقه فرصت داره. میاد پشت بند قرار میده. دومین حرکتش 197 کیلوگرم هست. برو با کنترل سر زون سرعت بده جهش در جا. رکورد خودش هم 197 کیلوگرم است. حالا وزن رو می‌کنه. بالا میاره. وزن رو به خوبی به نام خودش ثبت می‌کنه. وزنه خیلی سنگین نبود براش. با قدرت بدنی بالای خودش یه جورایی وزنه مهربونم بود باهاش. نها کنید کشید بالا خیلی راحت، خیلی راحت تعادل خودش رو حفظ کرد و فیکس شد و پاهای خودش رو ثابت نگه داشت روی یک خط تا این وزنه به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت بشه. و این هم خوشحالی مربیان ما و این هم سالن تمرین. علی داوودی ورزشکار خوب 20 سالمون به نظر میرسه حرکت سومش 199 کیلوگرم باشه. مربی آمادهش میکنن، نفس میگیره تا اللحاظ ذهنی آماده بشه بیا تا رکورد خودشو بزنه. دسته به اضافه 109 کیلوگرم رکورد جهانی 220 هست در حرکت یک ضرب و حالا از جاش بلند میشه تا حرکت خودشو برای سخت وزنه 199 کیلوگرم آغاز کنه. سالن ورزشی 6000 نفری شهدای رشت هم واقعا حال و هوای خاصی رو داره. علاقمندانی که اومدن بعد داوودی که آماده است تا بیاد حرکت سوم خودش انجام بده. حالا وزن رو افزایش میدم به 201 کیلوگرم در حالی که 1 دقیقه 26 ثانیه فرصت داره تا بیاد روی تخته. علی داوودی آروم آروم میاد تا روی تخت قرار بگیره و شور و حرارت خاص علاقمندان به وزن برداری پایین داری رو خودش آماده میکنه برای انجام حرکت سوم خودش. انتخابش برای این حرکت 201 کیلوگرم هست. یه جورایی رکورد خودش رو هم خواهد زد. حاضرین در سالن هم برای او دعا میکنن. پشت بست قرار گرفت در سکوت سالن دستاشو به میله هالتر قفل میکنه. پشت بست از اون بست رو میکنه. بالا میاره، بست رو بالا میاره. موفقش رو ثبت کنه. رکورد خودش رو زد. علی داوودی قهرمان 20 ساله کشورمون و شش جناح سفید دریافت می‌کنه. می‌خوام همراهتون تا افشین استاد عزیزم. خدا رو شکر بالاخره یه رکورد قابل توجه به ثبت رسید توسط برای بچه‌های شایسته تیم ملیمون در حالی که شما دارید تصویر آهسته
حرکت و قدرت نمایی زیبای داوودی رو ملاحظه می‌فرمایید و حالا میتونیم بگیم که یکی از امتیازات خوب ما رو در این رقابت داوودی گرفت. در کنار من یکی از چهره‌های شاخص ورزش کشورمون حضور داره، جناب آقای برانوش نیکبین، که ما گیلانی ها هم از ایشون خاطرات بسیار خوشی داریم. به حال دوره مدیر کل تربیت بدنی استان گیلان هم بودن و الان در وزارت تشریف دارن جناب آقای نیکبین عزیز. ضمن که شما خوشحالی مربیان ما رو دارید ملاحظه می‌فرمایید، یه چند دقیقه حدود 10 دقیقه زمان داریم تا دو ضرب آغاز کنه. انتخاب اولش هم 180 کیلوگرم هست. کیم ایریک تولفسن، ببینیم توی 28 ثانیه که فرصت داره وزن رو میتونه با موفقیت ثبت کنه یا نه. وزن رو میکنه و میاره روی سینه. حالا حرکت قیچی این ورزشکار و موفق تا وزنه 180 کیلوگرم رو به نام خودش با موفقیت ثبت کنه. سه چراغ سفید رو هم دریافت کرد. کیم ایریک تولفسن از کشور نروژ اولین حرکت رو توی حرکات در واقع دو ضرب آغاز کرد و در دسته به اضافه 109 کیلوگرم هست. ورزشکار نروژی وزن رو بالا کشید و با موفقیت این وزن رو ثبت کرد. خدمتتون عرض کردم مسابقات دو روزی است که آغاز شد و امروز با روز پایانی هستیم و ورزشکاران دسته 109 کیلوگرم و به اضافه 109 کیلوگرم روی تخته میرن و با فولاد سر دست و پنجه نرم میکنن. ورزشکار کشور کامرون یک دقیقه فرصت داره تا بیاد و اولین حرکت خودشو انجام بده در دو ضرب. جونیور از کشور کامرون، همیشه روی که مشاهده میفرمایید، کار خودشو در حرکت یک ضرب با وزنه 156 کیلوگرم به پایان رسوند و تونست بین چهار ورزشکاری که در دسته 109 کیلوگرم قرار دارن رتبه سوم رو به دست بیاره. حالا باید ببینیم در حرکات دو ضرب چه خواهد کرد. میره پشت وزنم قرار میگیره. جونیور از کشور کامرون خودشو آماده میکنه تا دومین حرکتشو انجام بده. 185 کیلوگرم حالا بالا میکشه. وزنه 185 کیلوگرمی رو بالا میکشه. ایچی که میزنه این ورزشکار و موفق میشه تا به نام خودش رو موفقیت ثبت کنه. ورزشکار خوبه کامرونیست، چراغ سفید رو هم دریافت کرد. این ورزشکاری که حالا میره تا در سالن گرم و سالن تمرین منتظر باشه، خودش رو آماده نگه داره تا ببینه حرکت بعدی خودش در چه زمانی خواهد بود. در دسته 109 کیلوگرم علی هاشمی و امیر حقوقی رو داریم و در دسته به اضافه 109 کیلوگرم علی داوودی رو داریم و این هم چهره ورزشکار کامرونی یعنی جونیور که موفق شد وزنه 185 کیلوگرم رو ثبت کنه. مربیانشون هم مشاهده کردید که چه واکنشی رو نشون میدادن. و سالوان یک دقیقه فرصت داره از کشور عراق بیا تا حرکت اول خودشو در دو ضرب انجام بده. 190 کیلوگرم انتخاب اول این ورزشکار هست. میاد تا روی تخته قرار بگیره. این ورزشکار خوب که در حرکات یک ضرب 150 رو تونست برای خودش به ثبت برسونه. 40 ثانیه هم فرصت داره. وزن رو میکنه و بالا میاره. ببینیم میتونه تعادل خودش رو حفظ کنه یا نه. یه مکسی رو هم داره. قیچی که زده میشه و حالا وزنه رو به نام خودش ثبت میکنه. وزنه 190 کیلوگرم با سه چراغ سفید داوران همراه شد. نها کنید به چه شکلی وزنه رو کند، آورد روی سینه
خیلی محکم استوار بود و نهایتاً قیچی که میزنه و وزنه رو به نام خودش به خوبی و با موفقیت ثبت میکنه. از زوایای مختلف شما مشاهده میفرمایید. تشکر هم میکنم از همه همکارانمون، امیدوارم از دیدن این مسابقات تا اینجا لذت برده باشید و چهره مربی تیم ملی عراق رو مشاهده کردید و عکس العملش مطمئنا دنبال اینه که انتخاب دیگه رو برای وزنه بردار خودش داشته باشه. و حالا به نظر میرسه امیر حقوقی از کشورمون ایران بیاد روی تخته تا اولین حرکت رو انجام بده در حرکات دو ضرب. امیر حقوقی بهترین رکورد شخصیش 215 کیلوگرم هست. در میان تشویق علاقمندان روی تخته میاد. سالار هم کمک میکنه، سکوت رو رعایت میکنه، دلاور کشورمون حرکت خودش رو انجام بده. وزن بردار خوب از استان آذربایجان شرقی، صدای بوق 30 ثانیه هم به صدا در اومد. اولین حرکتش 193 کیلوگرم هست. حالا وزن رو میکشه بالا، قدرت بدنی خوب خودش، تمرکز لازم رو هم داره. قیچی این ورزشکار رو نگاه کنید، وزن رو به خوبی ثبت کرد. 193 کیلوگرم با سه چراغ سفید و علاقه‌مندانی که غرق در شادی شدن. نگاه کنید چه فعل و انفعالی رخ داد، خیلی این وزن اذیتش نکرد. وزن رو بالا کشید، بهترین رکورد شخصیش رو که نگاه میکنم 215 کیلوگرم هست و این وزنه خیلی به دردسر ننداخت این ورزشکار خوبمون، یعنی امیر حقوقی، ورزشکار اسکویی از آذربایجان شرقی. و نماهای مختلف فشاری که تحمل کرد و کاملا عادی بود و مربیامون هم راضی به نظر میرسیدن. حالا نوبت ورزشکار کامرون هست. ورزشکار کامرون یعنی جونیور میاد تا دومین حرکت خودشو از دسته 109 کیلوگرم انجام بده. انتخابش برای این حرکت 195 هست. تو حرکت اول خودش موفق شد 185 رو ثبت کنه. 30 ثانیه هم فرصت داره. پشت وزنه با تمرکز کافی وزنه ایکنو به سختی هم بالا بیاره. وزنه رو به سختی بالا کشید. حالا موفق میشه وزنه رو نگه داره، موفق میشه تا این وزنه رو ثبت کنه. ببینیم رأی داوران چی هست. سه چراغ سفید رو هم دریافت میکنه. سه چراغ سفید رو دریافت کرد. 195 کیلوگرم با موفقیت برای جونیور از کامرون به ثبت رسید. حالا باید بره و بدن خودش رو گرم نگه داره. نماینده کشور کامرون که مشاهده میفرمایید به چه شکلی این وزنه رو مهار کرد. و حالا نماینده خوب کشورمون یعنی علی هاشمی میخواد تا روی تخته بیاد. اولین حرکتش 200 کیلوگرم هست. چهره علی هاشمی رو شما مشاهده میفرمایید. علی هاشمی وزنه بردار ایلامی ما، 28 سال سن داره. 200 کیلوگرم فکر نکنم خیلی اذیتش کنه، چون 221 رو هم در کارنامه داره. وزنه برداری که دوبار قهرمان جهان شده، حالا پشت وزنه است. محکم میله هالتر رو با دستای خودش گرفته و حالا وزنه رو میکنن روی زمین، میاره روی سینه. ورزشکار خوب کشورمون
هنو منتظر هستن تا حرکت خودش انجام بده. مکسش طولانی بود اما موفقش از پس این وزنه بر بیاد و به این شکل علاقمندان حاضر در سالن ورزشی 6000 نفری شهدای رشت غرق در شادی بشن. سه چراغ سفید برای قهرمان ملیمون علی هاشمی. عالی کار، نگاه کنید، عالی بود. یه مقدار مکسشو ما رو نگران کرد اما خیلی خوب از پس این وزنه برمید. تکنیکش به شکل کامل پیاده شد و این هم خوشحالی مربیامون. و حالا ورزشکار دیگه ای که میخواد روی تخت بیاد، در حالی که شما ورزشکار عراقی رو مشاهده میفرمایید، روی تخت و روی تابلو ثبت شده که ورزشکار کامرونی میخواد روی تخت بیاد. ببینیم مربی ها تغییر میدن نظر خودشونو یا نه. شما سالن گرم رو مشاهده میفرمایید. چهره سالوان ورزشکار دسته 109 کیلوگرم کشور عراق، مربیشون هم اونجا حضور داره. و حالا نمایی از ورزشکار کامرونی جونیور. 43 ثانیه، 42 ثانیه فرصت داره تا روی تخته بیاد. انتخابش برای حرکت سوم 201 کیلوگرم هست. ورزشکار دسته 109 کیلوگرم گاجا جونیور. نمیتونه از پس این وزنه بر بیاد یا نه؟ به نظر رسید زمانش رو از دست داد این ورزشکار و حالا روی تابلو ورزشکار خوب کشورمون ثبت میشه اسمش، یعنی امیر حقوقی. عکس العمل علاقمندان هم در نوع خودش جالبه. حرکت دوم این ورزشکار هست. یه حرکت یک ضرب بعد از علی هاشمی. بابا علی تنن بدن. حالا 201 کیلوگرم رو انتخاب کرده و مربیش که دل تو دلش نیست و تقابلش با فولاد سرد. ثانیه های دیگه مشخص میشه که به کجا میرسه. وزن رو میکنه، میاره بالا به هر زحمتی که هست. در سکوت سالن منتظر هستید و حرکتشو انجام بده. عالی بود حرکت امیر حقوقی، ورزشکار خوب کشورمون. 201 کیلوگرم رو با موفقیت ثبت میکنه و سه چراغ سفید رو دریافت میکنه. امیر حقوقی چی کار کرد؟ مسابقات قهرمانی جهان تو ترکمنستان سال 2018 تو دسته 96 کیلوگرم وزنه زد. اونجا موفق شد 207 رو بالای سر ببره و دهم بشه توی حرکات دو ضرب. و وزنه بردار خوب کشورمون که مشاهده میفرمایید به چه شکلی این وزنه رو به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت میکنه و مربیش که کاملا شادمان هست، ورزشکار کامرونی. حالا میاد تا حرکت خودش انجام بده. 45 ثانیه فرصت داره. انتخابش برای حرکت سوم 201 کیلوگرم هست. جونیور از کامرون پشت وزنه قرار گرفته. اون وزنه رو میکنه. اما وزنه سنگین تر از این بود که جونیور بتونه به مسافش بره. سه چراغ قرمز رو دریافت کرد و به کار خودش پایان داد در حرکات دو ضرب. حتی نتونست روی سینه بکشه. با 195 کیلوگرم کار خودش رو پایان داد. حالا ورزشکار عراقی باید بیاد روی تخته، در حالی که شما مشاهده می‌فرمایید نمای زیبا و این هم عکس العمل مربیان کامرونی که ناامید شدن. سالوان از عراق، انتخابش برای این حرکت 202 کیلوگرم هست. دومین حرکت این ورزشکاره. میکشه بالا، حالا موفقه.
ببینیم میتونه بالای سر خودش نگه داره یا نه. از پس دست 22 برمیاد که این اتفاق نمیفته. خیلی تلاش کرد. سه چراغ قرمز رو دریافت میکنه. یه فرصت دیگه داره تا روی تخته بیاد. سه چراغ قرمز در مقابل نام این ورزشکار قرار گرفت. مشاهده می‌فرمایید که سالوان به چه شکلی این وزنه رو از دست داد. خیلی تلاش کرد. این هم مربی این ورزشکار که اصلا راضی نبود و یه جورایی ناامید شد. ناکامون سالوان از عراق و حالا یک دقیقه فرصت داره تا بیاد مجددا وزنه 202 کیلوگرم رو بالای سر ببره. نمایی از سالن ورزشی 6000 نفری شهدای رشت. علاقمندانی که اومدن به معنی واقعی دارن لذت میبرن. جای تک تک شما بینندگان عزیز هم خالیه و این هم سالن تمرین که ورزشکاران خودشون رو آماده نگه میدارن تا حرکات خودشون رو بیان با موفقیت پشت سر بذارن. عزیزانی که در سالن حضور دارن و این مسابقات رو تماشا میکنن، استاندار محترم، جناب وزیر، مدیر کل اداره ورزش و جوانان که در سالن حضور دارن و این هم علاقمندانی که به معنای واقعی دارن کیف میکنن و لذت میبرن از دیدن این مسابقات بین المللی که امیدواریم ادامه دار هم باشه. در ورزشگاه عراقی سالوان که یک دقیقه و پنج ثانیه فرصت داره تا بیاد و حرکت سوم خودش رو انجام بده. 202 کیلوگرم رو انتخاب کرده. این ورزشکار در دسته 109 کیلوگرم شرکت کرده. یه سلامی هم عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزمون، همه بینندگانی که دارن این مسابقات رو تماشا میکنن، علاقمندانی که از استان مرکزی دارن این رقابت ها رو مشاهده میکنن. سالوان از کشور عراق حالا موفق میشه تا وزنه رو بالای سر ببره. موفق میشه وزنه 202 کیلوگرم رو ثبت کنه. سه چراغ سفید رو دریافت کرد. یه ریکاوری خوب داشت. تو حرکت دوم خودش نتونسته بود این وزنه 202 رو بزنه. حالا میاد و جبران میکنه یه جورایی و حالا باید منتظر باشیم تا وزنه‌برداران کشورمون روی تخته بیان. و شما چهره مربی عراق رو مشاهده فرمودید که کاملا مایوس شد و امیر حقوقی از کشورمون که روی تخته میاد. امیر حقوقی وزنه 203 کیلوگرم رو انتخاب کرده برای حرکت سوم خودش تا حداقل مدال نقره خودش رو توی حرکت دو ضرب قطعی کنه. 40 ثانیه هم فرصت داره. برای ما دسته 96 کیلوگرم 109 و به اضافه 109 کیلوگرم از اهمیت خاصی برخوردار هست. بوق 30 ثانیه هم به صدا در اومد و امیر حقوقی که حالا وزنه رو میکنه و بالا میاره با غیرتی مثال زدنی. ببینیم توی حرکت قیچی خودش هم موفق هست یا نه. و حالا وزنه رو نگه داره. 203 کیلوگرم به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت میشه تا بدین شکل خوشحالی کنن علاقمندان و جواب میده امیر حقوقی تشویق طرفداران و حاضرین در سالن رو. مربیان اونم کاملا راضی هست. حالا نوبت علی هاشمیه. نگاه کنید به چه شکلی وزنه رو بالا کشید. با یک غیرتی مثال زدنی وزنه 203 رو ثبت میکنه امیر حقوقی به نام جمهوری اسلامی ایران. فریاد از ته دلی که زد یه جورایی خودش رو تخلیه کرد و حالا علی هاشمی وزنه بردار خوب کشورمون از دسته 109 کیلوگرم
انتخابش برای حرکت دوم 205 کیلو هست. 40 ثانیه هم فرصت داره. همه ورزشکارا حرکاتشون رو به پایان رسوندن. فقط علی هاشمی مونده 205 رو بزنه. مدال تلاش در این رقابت ها قطعی میشه، هم در یک ضرب، هم دو ضرب، هم مجموع. پشت وزنه است، حالا وزنه رو بالا میکشه، وزنه رو بالا میکشه با قدرتی مثال زدنی و در سکوت سالن ببینیم حرکتش کامل میکنه یا نه. و حالا موفقه، علی هاشمی موفقه تا وزنه 205 کیلوگرم رو به سمت رسونه. مردم خوب کشورمون هم کاملا شادمان هست. سه چراغ سفید رو هم دریافت کرد علی هاشمی. مدال طلای خودشو قطعی میکنه در یک ضرب، دو ضرب و مجموع. و حالا باید بیا تا حرکت سوم خودش هم انجام بده. شما چهره علی هاشمی رو مشاهده میفرمایید از زوایای مختلف. ورزشکار ایلامی ما که 28 سال سن داره و انصافا بهش هنوز امیدواریم، داره نفس میگیره، ریکاوری میکنه و خودش آماده میکنه برای اینکه دوباره روی تخته بیاد. ورزشکاری که مدال برنز قهرمانی آسیا رو هم در کارنامه داره، البته در دسته 94 کیلوگرم بهترین رکورد شخصی این ورزشکار در دسته 105 کیلوگرم وزنه میزد. 183 کیلوگرم توی یه ضرب بود، توی دو ضرب 221 کیلوگرم و در مجموع 404 کیلوگرم. و حالا به نظر میرسه 210 کیلوگرم خیلی ورزشکار خوب کشورمون رو اذیت نکنه. طرفداران و علاقه‌مندانی که واقعا دارن لذت میبرن، به معنای واقعی هم دارن لذت میبرن. 1:29 فرصت داره. نکته قابل توجه امیر حقوقیه که میاد کمکش میکنه. امیر حقوقی وزنه بردار خوب کشورمون که خودش دونست 203 کیلوگرم رو ثبت کنه. رفاقت در این رقابت و جذابیت این ورزشی که دوچندان میکنه. 215 انتخاب خودش رو یه مقدار ارتقا داد. به نظر میرسه مربیامون وزنه 215 کیلوگرم رو برای ورزشکار خوب کشورمون انتخاب کردن. مشاهده میفرمایید دیگه مسئولین و عزیزانی که حضور دارن و کمک میکنن تا مسابقات به بهترین شکل ممکن انجام بگیره. یک ضربزن قهاریه، نشون میده که دو ضربزن خوبی هم هست. حالا در میان تشویق حاضرین در سالن 6000 نفری روی تخته میاد علی هاشمی. مساف او با وزنه 215 کیلوگرمی به کجا میرسه؟ لحظاتی دیگر مشخص خواهد شد. 50 ثانیه هم فرصت داره. دویست و پانزده کیلوگرم و علی هاشمی شنگ بوهای خودش رو صفر میکنه. وزنه رو در اختیار داره. صدای سوت 30 ثانیه هم به صدا در اومد. خود وزنه رو بکنه از زمین، میکشه بالا. میتونه بلنشه یا نه؟ با غیرتی مثال زدنی کار رو انجام میده. منتظر هستیم تا قیچی رو بزنه. تمرکز میکنه. حالا قیچی که میزنه این ورزشکار و ثبت میکنه 215 کیلوگرم رو. سالن ورزشی منفجر شد یه جورایی. سه چراغ سفید رو هم دریافت کرد. فشار زیادی رو هم تحمل کرد علی هاشمی. میره در آغوش امیر حقوقی و همینطور مربیامون هم قرار میگیره. و مدال طلای دسته دوزر و همینطور مجموع رو با یه اختلافی مثال زدنی ثبت میکنه این دلاور خوب کشورمون. فشار زیادی رو تحمل کرد، خیلی مهربون نبودیم وزنه با علی هاشمی. اما نگاه کنید، استوار تونست این وزنه رو ثبت کنه.
حالا میایم به باید بیاییم کم کم به حرکات دسته به اضافه 109 کیلوگرم وزن مردم ارمنستان وزن رو بلند میکنه 220 کیلوگرم رو انتخاب کرده حالا حرکت قیچی این ورزشگاه و موفق هست تا این وزن رو به نام خودش ثبت کنه روبن الکسانیان و البته سیمون مارتیروسیان ورزشکار خوب ارمنستان که مشاهده می فرمایید به چه شکلی وزن رو بالا کشید خیلی هم وزن سنگینی به نظر نمی رسید براش باشه انتخاب بعدیش 230 کیلوگرم هست سیمون مارتیروسیان یکی از قهرمانان ورزشکارانی که توی المپیک هم گفته میشه خیلی امید داره حاضرین در سالن رو مشاهده میفرمایید پیر و جوان هم کنار هم نشستن و دارن از دیدن این مسابقات لذت میبرن استقبال خوبی هم به عمل اومده طرفدارانی که کنار ورزشکاران خوب کشورمون لحظه به لحظه با اونا همراه هستن و روحیه خوبی رو به ورزشکاران خوب کشورمون دادن علی هاشمی امیر حقوقی علی داودی که امروز به عنوان نماینده کشورمون در دسته 109 و به اضافه 109 کیلوگرم حضور دارن داوران مسابقه رو شما مشاهده می‌فرمایید لحظه ای به سالن تمرین و سالن گرم هم رفتیم یک دقیقه 20 ثانیه روی تابلو ورزشکار ارمنی فرصت داره ورزشکار کشور ارمنستان تا بیاد روی تخت قرار بگیره سیمون مارتیروسیان از کشور ارمنستان 230 کیلوگرم رو انتخاب کرده برای حرکت دوم خودش و باید ببینیم تا تقابل او با این وزنه به کجا میرسه رکورد جهانی یه دسته به اضافه 109 کیلوگرم مربوط میشه به ورزشکار گرجستانی یعنی لاشا تالاخادزه که 264 کیلوگرم رو تونسته به ثبت برسونه سیمون مارتیروسیان روی تخته میاد با فریادی که میزنه خودش آماده میکنه تا به مسافه این وزنه بره 230 کیلوگرم در دستان مارتیروسیان نفسی میگیره حالا حرکت قیچی این ورزشکار و موفقه تا این وزنه رو برای کشور ارمنستان ثبت کنه 230 کیلوگرم با سه چراغ سفید داوران همراه میشه حالا باید بره در سالن گرم خودش آماده کنه مشاهده میفرمایید دیگه چجوری کشید وزنه رو بالا خیلی هم اذیتش نکرد ورزشکار خوب کشور ارمنستان این هم عکس العمل مربی کشور ارمنستان که راضی به نظر میرسن از حرکت ورزشکار خودشون و شما چهره علی داوودی رو مشاهده میفرمایید قهرمان ارزنده کشورمون علی داوودی حالا کم کم باید بیاد روی تخت قرار بگیره در میان تشویق طرفداران و علاقمندان قهرمان 20 ساله جمهوری اسلامی ایران رکورددار دسته سنگین وزن جهان در رده جوانان هم هست خدمتتون عرض کردم آینده وزن برداری کشورمون در دسته فوق سنگین به حساب میاد 234 کیلوگرم برای حرکت اول این ورزشکار مربی‌ها چه استرسی رو دارن 45 ثانیه هم فرصت داره پشت وزنه است متمرکز بالا میخواد وزنه رو بالا بکشه حالا وزنه رو میکنه و میاره روی سینه بلند میشه 234 کیلوگرم و ورزشکار خوب کشورمون علی داوودی که به زیبایی به ثبت میرسونه و این هم طرفدارانی که همراه میشن با داوودی 20 ساله ما
باریکلا باریکلا علی داودی. آینده وزن برداری کشورمون هست در دسته فوق سنگین 234 رو خیلی خوب ثبت کرد. رکورد دو ضرب خودش هم 237 هست. نگاه کنید نگاه کنید، مربیامون راضی بودن کاملا از شرایط حرکتی که علی داودی انجام داد. روی تابلو هم مشاهده فرمودید که ثبت شده بود ورزشگاه ارمنستانی و روی تخته بیاد و شما چهره علی داودی رو مشاهده می‌فرمایید. مربیامون کمکش می‌کنن و این هم چهره ورزشکار ارمنستان سیمون مارتیروسیان. این دسته به اضافه 109 کیلوگرم وزنه می‌زنه، 235 رو انتخاب کرده. به نظر دو ضربزن قهاریه. یه حرکت یک ضرب 180 رو ثبت کرد، در حالی که علی داودی ما 201 رو موفق شده بود از پسش بر بیاد. حالا پشت وزنه است، وزنه رو میکنه، ببینیم میتونه بلند بشه یا نه. نصف راه رو رفته و حالا قیچی این ورزشکار و متاسفانه نتونست وزنه رو بزنه و سه چراغ قرمز رو دریافت کرد. با این حرکت علی داودی ما موفق میشه مدال طلا رو به دست بیاره. شما نگاه کنید که چه فعل و انفعالی رخ داد. به هر زحمتی که بود وزنه رو بالا کشید، آورد روی سینه، اما نتونست حرکت خودش رو کامل کنه تا به کار خودش با وزنه 230 پایان بده. در مجموع هم دوم میشه ورزشکار خوبمون، یعنی علی داودی، که علاقمندان هم یک صدا فریاد میزنن نام این ورزشکار ارزنده کشورمون رو، آماده است تا روی تخته بیاد. علی داودی ورزشکار خوب کشورمون، در حالی که علاقمندان منتظر هستن تا روی تخته بیاد، میخواد رکورد خودش رو بشکنه. خدمتتون عرض کردم رکورد علی داودی ورزشکار خوب کشورمون توی دو ضرب 237 کیلوگرم هست. یه جورایی داره با خودش رقابت میکنه. تلاش که قطعی شده توی دسته به اضافه 109 کیلوگرم و حالا خودش رو آماده میکنه لحاظ ذهنی روی تخته بیاد. چه حال و هوایی داره سالن ورزشی 6000 نفری شهدای رشت. جای تک تک شما بینندگان عزیز هم خالیه. علی داودی هست و وزنه 240 کیلوگرمی 20 ثانیه با تمرکز بالا پشت وزنه است. ببینیم از پس این وزنه برمیاد یا نه. وزنه رو میکنه و بالا میاره، وزنه رو بالا میاره و نصف راه رفته با موفقیت. حالا قیشی خوبه این ورزشکار و سالانی که منفجر شد. باریکلا علی داودی سه چراغ سفید رو دریافت کرد. طرفداران سر از پا نمیشناسن، پرچم‌های کشورمون رو هم در دست دارن، کاملا شادمانن. شادی علاقمندان در سالن رو مشاهده می‌فرمایید. باریکلا علی داودی. خیلی خوب بود حرکتش، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. شاکر خداوند خودش هم هست از زوایای مختلف شما مشاهده می‌فرمایید. و من جا داره واقعا تشکر کنم از همکارانمون که ما رو در جزئیات کار قرار میدن. علی داودی ما برادرش هم قهرمان آسیا بوده. نوید یه ورزشکار خوب رو در دسته فوق سنگین میده